ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. باقصب اجازة حضرت شیخ الحدیث حضرات شیخین شیخ الحدیث مولانا چابہاری حفظہ اللہ و ایدہ اللہ و حضرت حسین پور سلمہ اللہ و حفظہم اللہ، کلم وقت مختصر ہستو با حذف مقدمه در رابطه با آیاتی که تلاوت شد، الله تعالی مطلبی را بیان فرموده و بنده با فکر ضعیف و زبان ناقصم نمیتوانم این آیات را شرح بدم و مطلب را حشرا کامل و درست توضیح بدم، ولی به اندازه همون فکر جزئی مطالبی را خدمت شما عرض کنم. هم خودم مورد خطابم و هم شما سروران و عزیزان. الله رب العزت مطلب مهمی را بیان کرده است در رابطه با دیانت هست و دیانت چه اندازه حیاتیه و چه اندازه مهم در نجات دنیوی دنیا و هم در نجات آخرت. برای رستگاری انسان و فلاح انسان نقش دیانت چه اندازه مهم هست و حیاتی است و همین مطلب الله تعالی. دیانت در چه هست و این هم قرآن به آن اشارت دارد و به آن اشاره می کند و لحظه این نقطه است و چیزی چنان مهمی است که همه انبیاء علیهم السلام در دنیا تشریف آوردند و مبعوث شدند و رسالت گرفتند از الله تعالی، برای همین که مردم به دیانت دعوت بدن. دینداری و دیانت بسیار حیاتی و مهمه و بدون دینداری و دیانت امکان فیروزی نیست، امکان نجات در دنیا و آخرت نیست. اگر در دنیا عذاب پروردگار نیاید، اما در آخرت 100% که محل مجازات هست. الله تعالی اعلانی که دیانت را ترک دادند، بی دین بودند و بد دیانت بودند، اونها را الله تعالی مورد مؤاخذه قرار میده. و آیه به آن اشاره دارد که الله قانون داره و مقررات دارد و سنت داره و روش دارد، و لهذا الله تعالی بر اساس همون سنت های خود و روش خود عمل می کند. هیچ کسی این انتظار داشته نباشد که قوانین خدا را نادیده بگیره، دینداری را نادیده بگیره، دیانت را نادیده بگیره و انتظار داشته باشد که برای او اتفاق پیش بیاید. و این خیال باطله و این خیال مردوده و الله تعالی رد کرده که کسی که خود را به دیانت تشویق
تطبیق نده و دینداری را در زندگی اختیار نکند، آرزوی باطل نکنه، آرزوی احمقانه نکند. و به همین اشاره می کند. الله می فرماید، اشاره نیست و تصریح که لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. الله میگه به آرزوهای شما نیست و به آرزوهای اهل کتاب نیست. آرزوهای اهل کتاب مردودن، آرزوهای ملت مسلمان مردوده تا زمانی که شما خود را به قانون اسلام تطبیق ندید و شریعت اسلام عمل نکنید، به کتاب خدا عمل نکنید، به سنت رسول صلی الله علیه وسلم آرزو نکنید که ما آل بهشتیم. نگن یهودی ها که ما از نسل ابراهیم علیه السلامیم، بنی اسرائیل همه فرزندان انبیان و می گفتن که ما فرزندان خداییم و دوستان خداییم. نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا و فرزندان پروردگاریم. خود را فرزندان دوستان خدا می دانستن، مقربان خدا می دانستن و خیال می کردن که الله تعالی اونها را به بهشت می بره و دوستان خدا دست به هر جنایت بزنن، دست به هر خلاف بزنن. الله می فرماین های یهودی ها و بنی اسرائیل، این آرزو را نکنید، این آرزو را به گور می برید، این آرزویتون باطله. و آی ملت مسلمان، نگید ما محمدی هستیم، نگید ما آل قرآنیم، ما آل بهشتیم، آل بهشت، بهشت مال ماست. نه، بهشت مال کسی که ایمان صحیح داشته باشه، ایمان قابل قبول داشته باشه. بهشت از آن کسی که عمل بکنه، کسی که دیانت را رعایت کنه، کسی که تقوا داشته باشه و فرهیزگار باشه، زحمت بکشه، عمل بکنه، اخلاص داشته باشه، بهشت از آن اوست. بهشت به نسبت نمیرسه، بهشت به نام نمیرسه، بهشت به آرزوها و تمناها نمیرسه. و لهذا بهشت با عمله. شما عمل کردتون چگونه هست، رفتارتون چگونه باشه، کردارتون چگونه باشه، بهشت با همین هست. نگید که ما اولیا زاده ایم، ما پیر زاده ایم، ما مولوی زاده ایم، ما سیدیم، ما آغا زاده ایم. نه، به آغا زادگی نیست، به سردار زادگی و به مولوی زادگی و پیر زادگی نیست، به عمل هست، به تقوای، به خدا ترسی. لیس بی امانیکم ولا امانی علی الکتاب، من یعمل سوءا یجز بهی. هر کسی عمل بد انجام بده مورد مجازات قرار میگیره. حالا این یهودی و بنی اسرائیل باشه، این سید زاده باشه، این فرزند انبیا باشد، و یا این مسلمان باشه، برای خدا مسلمانی نیست، تنها نام و عنوان نیست، برای خدا عمله، برای خدا فرهیزگاری هست. یجز بی، هر کس بد بکنه، زنا بکنه، ربا بخوره، مشروبات الکلی مصرف کنه، مواد مخدر مصرف بکنه، جرم بکنه، جنایت کنه، زنی باشه بدحجابی بکنه، مرتکب گناهای سنگین و بزرگ بشه، این همه گناها به دیانت ضربه میزنن، همه خطاها به دیانت ضربه میزنن. گناه خاص صغیره باشه هم به دیانت ضربه میزنه، کبیره باشه هم به دیانت ضربه میزنه. حقوق الناس را تلف بکنیم، هم ضربه میزنه به دیانت ما. و حقوق الله را، حق خدا را تلف بکنیم، به دیانت ضربه میزنه. کسی که مرتکب کاهل نمازیه، کسی که زکات مالش را نمیده و کسی که گناه میکنه، دروغ میگه، قسم دروغین میخوره، و این همه مخالفت با در راستای مخالفت با خدا و رسولان و خیانت در اسلامان. ما وقت دین قبول کردیم، فزیرفتیم با کلمه شهادت، خواندن کلمه شهادت، ما التزام کردیم که دین اسلام را میپذیریم، قبول میکنیم، احکام الهی را عمل میکنیم. مخالفت کردن این با خدا و رسول خیانت نسبت به پروردگار و ارمندگی پدر و مادر شد وقت لباسشون کشیده شد. و لهذا ورک بهشت چسبونده، این همه سانه هر
جز انسان آموزنده و تعلیمه که گناه خطرناکه، برای همه یک گناه از بهشت بیرون نشون کردن، به زمین فرستادن، سرگردان شدن و تنها راه نجات توبه شد و استغفار شد و ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین آمد و اونها مورد عفو قرار گرفتن و الله نشان داد که نه تنها توبه جبران کننده ای بلکه توبه قدم های انسان را جلوتر به سوی فروردگار میبره. گناهگار که پشیمان بشه، گریه بکنه، ندامت حاصل بشه و از فروردگارش معذرت خواهی بکنه، نه اینکه الله او را معاف میکنه، الله او را میاره نزدیک، بر رحمتش میچسبونه. دو نفران شما میبینید اینجا مردم با اختلاف پیدا میکنن، جلسه صلح برگزار میشه، از یک دیگر درگذر میشن، بعد چیکار میکنن؟ خود را به آغوش میگیرن، با میبوسن و گریه میکنن. بعضی گاهی دیده شده توی صحنه های صلح جیغ و فریاد مردم بلند شده به آسمان که اینها با هم قرابت داشتن، با هم دوستی داشتن، درگیر شدن، اختلافه، الان صلح شده، الان یک دیگر را به رحمت به آغوش میگیرند، به سینه میچسبونند و گریه میکنند. الله ارحم الراحمینه، به بندگانش نظر لطف داده، به بندگانش کرم داره، به بندگانش محبت داره، اما بنده بی محبته، کوتاهی از بنده فراری و بنده نافرمان وقتی به خدا بر میگرده و بالاخره با خدایش آشتی میکنه، با خدایش صلح میکنه، الله او را به سینه رحمت خود، به نظر رحمت و نگاه رحمت میچسبونه. ولعلکم ترحمون، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخوائكم واتقوا الله لعلکم ترحمون. از خدا بترسید و عدالت را اختیار کنید در اختلاف های مردمی، همه مردم با هم برادران مسلمانان، الله فرموده رحم خدا نازل میشه. لحاظ عزیزان، بر توبه کننده رحمت خدا نازل میشه، الله رحم میکنه بر کسی که گریه میکنه، بر کسی که اشک میریزه، بر کسی که پشیمانه، بر کسی که ندامت حاصل میکنه وقتی به دیانتش ضربه وارد میشه. همه این سروران گرامی گناها و همه این معصیات و همه این نافرمانی ها به دیانت ضربه وارد میکنن. کسی که قائل نماز صبحش قضای ضربه سنگینی به دیانت او خورده است، ضربه کاری وارد شده. این هر گناهی به منزل یک بمن که به دیانت انسان وارد میشن، به ایمان انسان وارد میشن و الله تعالی را ناراض میکنن. والله ناراض میشه، شیطان سعی میکنه برای چه گناه بگیره از ما که ما را از خدا دور بکنه، خدا را برنجانه، و گاهی خدا غضب میکنه و گاهی خدا خشم میکنه و به خشم و قهر میآید وقتی که بنده مرتکب گناه بشه، مخصوصا وقتی قتل میکنه، وقتی سرقت میکنه، وقتی راهزنی میکنه، وقتی گناه های سنگینی را مرتکب میشه، این به دیانتش ضربه وارد میشه و دیانتش ضربه که وارد میشه مایه غضب الهی، مایه قهر خدا میشه و مایه ناراضگی پروردگار میشه. ای عزیزان من، باید ما از خدای عز و جل بترسیم، از خدا بترسیم و تو مشو مغرور و از حلم خدا دیر گیرد، سخت گیرد مردم. دیده شده کسانه که به حقوق انسان ها تجاوز کردن، به حقوق انسان ها تعدی کردن، پا بر گردن مظلوم گذاشتن، آه و ناله مظلوم بر علیه اونا بلند شده و مظلوم از دست اونا گریه کرده به بارگاه الله تعالی، دیده شده که این انسان ها را الله چگونه ذلیل کرده. خدا برای حقوق الناس خیلی ناراض میشه، خیلی غضب میکنه برای حق زن و بچه، برای حق فرزندان، برای حق مردم، برای حق انسان های بی دفاع که قدرت دفاع از خود ندارن.
ولهذا حقشون خورده میشه. خدا برای اینها سخت. کسی که به انسانها زور بگه، ناحق زور بگه، و کسی که احساس کنه که قدرت داره و طرف حسابش قدرت نداره، توهین بکنه، بی احترامی بکنه، غضب الله سنگین میشه و الله قهر میشه. الله نجات بده من و شما را، الله من و شما را حفاظت کنه از قهرش و از غضبش. و الله مؤاخذش سنگینه، وقتی خدا میگیره و مؤاخذه میکنه همه ترحم میکنن، ولی الله چون سابقه است جلوی الله، ابعاد گناهش گسترده، نوع گناهی را که انجام داده سخته، بندگان رحم میکنن و الله رحم نمیکنه، به عذاب دردناک گیر میده، به عذاب ذلت بار، به عذاب رسوا کننده، به عذاب شدید الله گرفتار میکند. ولهذا قهر الله و غضب الله تعالی سنگینه. کسی قدرت نداره، هیچ قدرت منده و زور منده نمیتونه جلو غضب الله بیسته. همه باید پناه ببرن از قهر الله به خود الله تعالی، یعنی به دیانت، یعنی به تقوا، یعنی به فرهیزگاری، یعنی به عمل کردن کتاب الله و به عمل کردن به سنت پاک و سنیه و مبارک و معطر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. سنت آن حضرت در مسیر اعتدال، شریعت اسلام در مسیر اعتدال. خدا هر چیز را حرام نکرده است که بر بندگان سختی کنه. الله رب العزت دین آسان قرار داده، آنچه را که خدا حرام قرار داده در او حکمت موجوده، در او حکمت موجوده. گناهات تاثیر منفی دارند در زندگی ما، در وجود ما، و تاثیر منفی دارند در دیانت ما. ولهذا همه چیزهایی که حرام شده از روی حکمت حرام شده. اگر یک عاقل به عقلش فکر بکنه، عقلش صحیح باشه، میرسه به این نتیجه که این باید حرام بشه و آنچه که الله دستور داده انجام بده. بدیم برای نجات ما نیازه، برای تربیت ما، برای وارستگی ما، ایوب حیاتی و نجات ضروری هست. الله او را مر راهنمایی کرده، آنچه که فرضه بغیر از او وارستگی ما امکان فزیر نیست و نجات ما امکان فزیر نیست. باید این فرض انجام بدیم، برای دیانت ما ضروریه و آنچه که درجهش پایین تری مثل سنت هست. لذا او برای نجات ما در همین اندازه تاثیر گذاره، سنت ها تاثیر گذارن و لذا اونها برای ما مؤثرن و مفیدن و تاثیر گذارن. راه را سنت کوتاه میکنه و ما را به مقصد میرسانه، ولی فرض جایگاه خودش را داره، ارکان اسلام جایگاه خودش را دارن، ایمان جایگاه خودش را داره، اعتقاد جایگاه خودش را داره. همه اینا در مسیر اعتدالن، اینها دیانتن، اینها تقوا، اینها نجات. و آنچه که الله حرام قرار داده، حرام سروران گرامی مؤثر برای فرهیز از حرام برای نجات ما، اینها دیانت را تخریب میکنن، اینا آخرت ما را تخریب میکنن، محرمات اینا رابطه ما را با الله تعالی به هم میزنن، اینا رابطه ما را با دین اسلام و با قرآن با حضرت رسول به هم میزنن. ولهذا آنچه که خیلی خیلی خطرناکه، الله او را حرام قرار داده، پایین تری او مکروه قرار گرفته و از اون پایین تری، و بلهذا از او همینطور درجه های مختلفن، لا یعنی و لغویاتن، بیهود گویند و کارای بیهودان، اینا هم نقصان دارن. و ما باید اون مباهی که مرتکب مرا به گناه بیندازه، از اون مباه هم ما باید فرهیز بکنیم. و نجات مرا الله تعالی در تقوا گذاشته است و در دیانت گذاشته و در فرهیزگاری گذاشته است. مسیر ما دین اسلام مسیر اعتداله، افراد گرایی و تندروی در دین اسلام جاه نداره. ولهذا اسلام دین میانه است، دین متوسطه، راه اسلام راه میانه. و من از همین جا عرضم همینه که ما الحمدلله مردم سیستان و بلوچستان و علما الحمدلله در سطح ایران به این مسئله اتفاق نظر داریم که بهترین مسیر مسیر اعتداله. ما به همین اعتدال توصیه میکنیم، شیعه و سنی را توصیه میکنیم،
حکومت ها را توصیه میکنیم که افراد و افراد گرایی فرهیز بکنن. افراد گرایی برای اسلام ضرر داره، تندروی برای اسلام ضرر داره. افراد گرایی و تندروی به دست دشمنان بهانه میده که ترحم نکنند به علم اسلام. و امروز آن چیزی که انجام میگیره توی خاورمیانه در سوریه و عراق و یمن و جاهای دیگه در بلاد اسلامی انجام میگیره، همه این متاسفانه از همین مسئله، همین افرادگرایی و تندروی سبب شده که دشمنان بیایند و در وسط برای منافع خود بیایند. امروز دشمنانی که آمدند برای اختلاف انداختن بین کشورهای اسلامی، اختلاف انداختن بین فرق اسلامی، اختلاف انداختن بین جناها و احزاب و اقوام و زبانهای مختلف، و دشمنان برای خودشون آمدند اینجا. نه، امریکا کارنامه صحیح و درست داره، امریکا بدنامه و تاریخ گذشته امریکا سیاهه، و نه روسیه کارنامه خوبی در گذشته داشته، او کارنامه‌اش هم سیاهه. و اینها آمدن در منطقه برای منافع خود، اینا برای منافع مسلمانان نیامدن، اینا نیامدن یک کشور خاصی را حمایت کنن. ممکنه بعضی خود را طرفدار از یک گرایش و جلوه بدن و بعضی دیگر به گرایش دیگر، اما اینها برای منافع اسرائیلن، اینا برای منافع خودن، اینا مثلا وجود مسلمان را نمیخواهند، اینا اسلام را نمیخواهند، و لحاظا میخواهند برای خودشون در منطقه پایگاه دایر کنند. و این پایگاه برای حمایت از کشور خاص نیست، بلکه این پایگاه برای سلطه در منطقه است، و اینها برای فرهنگای خودشون آمدند پایگاه بزنند و فرهنگای خودشون را ترویج بکنند. اینا مخالف با بیداری اسلامی هستند، اینا مخالف با رشد مسلمانان هستند، اینا مخالف هم با وحدت امت اسلامی که قرآن ملت مسلمان را دعوت داده به وحدت و یک پارچگی و اتحاد. مسلمانان باید بیدار باشند و کشورهای اسلامی و سران کشورهای اسلامی باید بیدار باشند. اهداف دشمن را تشخیص بدن. دشمن شناسی بسیار مهمه که گاهی رهبر معظم انقلاب به همین هم دعوت میدهد که دشمن باید شناخت و اهداف دشمن باید شناخت که دشمن چی میخواهد. و امروز واقعا جا داره که انسان خون گریه بکنه. این جریاناتی که داره اتفاق میفته و این تارمار شدن مسلمانان، آوارگی زن و بچه ها و گدایی، تکدی کردن و گدایی در اروپا، این واقعا برای مسلمانان بسیار تکان‌دهنده. برای غیرت مسلمانان به جوش بیاید، مسلمانان به خود بیایند و مسلمانان برگردند به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم، و مسلمانان باید با هم متحد بشن، یک پارچه بشن، و مسلمانان زندگیشون را بر حرکت ها و زندگی و رفتار خودشان باید تجدید نظر بکنن. به نظر ما همه برمیگرده به این که ما از کتاب خدا فاصله گرفتیم، از سنت رسول صلی الله علیه وسلم فاصله گرفتیم و دیانت دور شدیم، و این ضربه ای که ما میخوریم و تسلط دشمنان بر ما و این خان جنگی و این نابودی که داره رخ میده، همه برمیگرده به هم که ما کوتاهی کردیم و ما باید برگردیم. و شکایت قاطع، شکایت انواع آفت هاست و شکایت انواع مصیبتی که دهن باز کردن به منطقه، به عالم اسلام، همه این بلاها و آفت ها از آنجا که الله میخواهد مسلمان و مسلمان بکنه و مسلمان برگرده، مسلمان توبه بکنه. این از نوع فشاری هست که به آدم وارد شدن وقتی آدم که خطای مرتکب شد. بعضی از انبیاء علیهم السلام که مقربان درگاه الله لغزشی از اون انجام میگیره، گرفتار میشن. حضرت یونس در شکم ماهی گرفتار شد و استغفار و توبه و اعتراف به اشتباه به حضرت یونس علیه السلام مایه نجات شد. و حضرت ایوب وقتی که مریض شدن، باز به برگاه الله فریاد زدن، مریضی طولانی شد و نزدیکان خسته شدن، شیطان طمع پیدا کرد به نزدیکان بلغزانت، ولهذا رب انی مسنی الضر
وأنت أرحم الراحمين، ويونس لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين، وآدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ورحمة للعالمين، إمام النبيين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، روزانا استغفار میکردند. و در روایت بخاری 70 بار روز استغفار آمده و روایت مسلم در 100 بار استغفار آمده است. همه این نشانه آنه که به این دربار حساسی است و دربار مهمی است، دربار فروردگار. و لهذا همه ما با استغفار، با توجه الالله، با شب ایداری و نشستن در پاس از شبها و استغفار و توبه با الله، با صاف کردن و تصفیه کردن اون قدرتایی که بین رب العالمین و بین بندهاش هست، و خطاهایی که ما انجام میدیم و ما ناراضگی فروردگاره، اینها را با استغفار و توبه باید صاف بکنیم و از بین ببریم. و ولهذا منطقه چابهار و منطقه سیستان و بلوچستان الحمدلله این نظر لطف فروردگار هست که الحمدلله مورد توجه مسئولان مهم و بزرگ، هم رهبر معظم انقلاب و هم ریاست محترم جمهور، دولت تدبیر و امید، همه الحمدلله به منطقه نگاه مثبت دارند. و من اطلاع دارم هم کسانی که خدمت مقام معظم رهبری میرسدم توصیه میکنه که به مناطق سنی نشین و مناطق بلوچستان توجه کنید، و هم الحمدلله دولت توجه داره و مخصوصا در سیستان و بلوچستان همه توجه هست، ولی توجه خاصه به منطقه چابهار هست برای موقعیتی که چابهار امروز در ایران اسلامی داره و با اقیانوس و نزدیک و منطقه اقیانوسیه هست، و لحاظه مورد توجه و میخواهیم منطقه توسعه حاصل بکنه، و لحاظه باید مورد توجه و حمایت مردم قرار بگیره. به نظر من مهمترین چیزی که ما باید توجه داشته باشیم در این منطقه، اولین محور توسعه که بسیار حیاتی، امنیت هست. امنیت در منطقه باشه و امنیت فایدار باشه، ثبات در منطقه باشد تا منطقه بتوانه توسعه حاصل بکنه و همه برنامه ها اینجا اجرا بشه. و لحاظه امنیت مهمه، و امنیت زمانی حاصل میشه، لازمش آنه که وحدت باشه، اختلاف در منطقه نباشه، اختلاف های قومی، اختلاف های فرقی و مذهبی نباشه، و مردم به وحدت فکر بکنن. چون امروز بزرگترین استراتژی دشمن که میخواهد او را ایجاد بکنه، او عرض کنم که اختلافه. دشمن امروز تر داره و برنامه داره که اختلاف مذهبی، اختلاف قومی، اختلاف زبان، عرب و فارس و مطرح بکنه، ترک و فارس مطرح بکنه، و اینجا بیاید بلاخره سیستانی و بلوچ مطرح کنه، فارس و بلوچ مطرح کنه، و دیگر اقوام ها اینجا میخواهد هم قوم ها را جدا کنه از یک دیگر، و هم مذاهب از یک دیگر جدا بکنه، اختلاف درست بکنه، درگیری درست بکنه، منطقه را ناامن بکنه. و وقتی منطقه ناامنی باشد بلاخره توسعه نمیتونه انجام بگیره، پیشرفت نمیتونه انجام بگیره. ولهذا این پیشرفت و این توسعه بر مهم امنیت، ولهذا ما باید در مسئله امنیت بیدار باشیم و همکاری داشته باشیم که منطقه امن باشه و هم وحدت ایجاد بشه در منطقه، و از تفرقه پرهیز بکنیم و بدانیم که دشمن دنبال تفرقه امروز، خیلی دشمن طمع داره در منطقه سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق سنی نشین که در مرزها قرار دارن، از مرزها میخواد اختلاف ایجاد بکنه. همه برادران اهل سنت ما بیدار باشن، مواظب باشن، اختلاف به سود دشمنه، برای ما استفاده نداره، ما آنچه که داریم از دست ما میگیره و اختلاف چیزی به ما نمیده. ولهذا دیدیم ما نمونهش
در همین کشورایی است که دچار اختلافان و دچار تفرقان. لذا توصیه میکنم به وحدت و توصیه میکنم به امنیت و مردم عزیز چابهار و مردم عزیز بلوچستان و سیستان باید بیدار باشن که خود را همراه بکنم با این توصیه. و جوانان عزیز ما باید برن دانشگاه درس بخونن، برن کارآموزی و کار یاد بگیرن و مهارت آموزی را داشته باشن و مهارت حاصل کنن در مسائلی که لازمیه، فطر و شیمیه، فولاد و انواع صنعت فولاد هست و انواع صنعت ها هست که در منطقه آزاد که مورد توجه امروز میخوان ایجاد بکنن. اینجا نیاز هست که جوانان عزیز ما برن یاد بگیرن و همراه باشن با این توصیه. حق این جوانان بومی هست و حق مردم محلیه که بیکارن و مشغلا ندارن، باید اینها بیان اینجا استخدام بشن و کار بکنن. حق مال اینها هست، اولویت مال اینهایه. وقتی در منطقه یک کارگر هست که میتونه درد بخوره، نباید از جای دیگه بیاد. کارشناس هست، باید از همو استفاده بشه. روی این توصیه بنده خدمت همه شما جوانان عزیز، همه مردم عزیز آنه که برن دنبال دانش، برن دنبال علم، برن و کارآموزی حاصل بکنن و کار دانی داشته باشن و مهارت آموزی داشته باشن تا بتوانه اینجا کار بهانه نباشه کسی بگه. و توصیه بنده آن است که کارگاه کارآموزی باید دایر بشه، هم منطقه این کار بکنه و هم به هر حال در سطح بالا این کار انجام بگیره. دانشگاه ها اینجا رشته باز بکنن برای رشته های مورد نیاز را و جوانان منطقه را آموزش بدن برای این کار. این بسیار حیاتیه و بسیار مهم هست. و لحظه توصیه بنده به این مسائل دیگرانه که به هر حال دولت توجه کنه به این منطقه بیشتر و مخصوصا چابهار. و الحمدلله توجه دارن به هاشمی چابهار، اینها را هرچه زودتر مشکلاتشون حل بکنن. و مسئله آب چابهار که از مسائل مهم برای چابهار، اینها را باید حاصل بکنن. این هم همراه به همین مسئله توسعه چابهار هست و انشاءالله چابهار بیشتر مردم عزیزی این سامان و مردم عزیز چابهار مورد توجه قرار بگیرن. و مسئله که من عرض بکنم که اخیراً اینجا سر و صدا را ما در زاهدان شنیدیم، مجاهدگان ناامنی هست. به نظر ما هر کسی اینجا بخواهد ناامنی ایجاد بکنه، اینا حساب شده ای و اینها افراد فریب خورده ای هست که میخوان ناامنی ایجاد بکنن. اینا میخوان نگذاره اینجا سرمایه گذاری انجام بگیره. کسی که نامنی ایجاد بکنه دشمن قوم و ملت بلوچ هست، دشمن مردم وستانه، دشمن مردم چابهاره که بیاد اینجا نامنی ایجاد بکنه و منطقه را نامن بکنه. ولی آن تکلیف اسلام قرآن آن تکلیف. ولی حضرت حسین یه ما به همه مردم اینه، همه مردم هم چابهار و جای دیگه که با هر نوع امنی باید مبارزه بشه و مقابله بشه و ما بی تفاوت نمی‌نشینیم در رابطه با کسانی که نامنی درست بکنند. اینجا نباید اینجا سرقت باشه، نباید اینجا نام دزدی موبایل سرقت میشه و بین المللی میشه و میره توی رسانه. امروز یک گلوله اگر شلیک بشه توی رسانه رفته و تبلیغات میشه برای کسانی که میخوان. نه، اینجا الحمدلله امنه و بیشتر اینا تبلیغاتن و این کسانی که میخوان امنی ایجاد بکنن باید در مقابلشون ایستادگی میشه و ما باید با بسیار ماهرانه بالاخره دست دزدها گرفته بشه و به قانون سپرده بشن و خود اقوام و ریش سفیدان که در طایفه اونه این مسلم باید اینها مقابله بکنن، باید این امنی ایستادگی بکنن. منطقه باید امن باشه. سرمایه گذاران ما تشویق میکنیم و توصیه ایمون به شما مردم منطقه اینه که اینجا صنعت ایجاد کنید، اینجا در این توصیه سهیم باشید، سرمایه گذاری بکنید، مردم شهرستان چابهار و کنارک،
مردم عزیز استان سرمایه گذاری بکنه و دیگر سرمایه گذاران بیا اینجا سرمایه گذاری بکنید و شما در اولویت اید. اگر شما سرمایه گذاری بکنید بهتر میتونید منطقه را به هر حال مشغول بکنید و سرمایه تون را از اینجا بر نمیدارید، دیگر جایی نمیبرید، اینجا مصرف میشه، مردم مشغول میشن و به نفع مردم خواهد بود. ولحظه توسعه ما همینه که مردم منطقه در سرمایه گذاری اینجا مشارکت داشته باشن و حرفهای تبلیغات منفی را بعضی گوش نکنن و به این توجه خاص داشته باشن. و لحظه ما امیدواریم که الله تعالی موفق بداره. امروز فرصتی برای ما پیش آمد و این نعمت خدا بود که خدمت شما مردم عزیز چابهار برسیم و مخصوصا خدمت حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا چابهاری حفظه الله تعالی که ایشون جایگاه بلندی داره در استان ما، در کشور ما، و ایشان پایه هستند اینجا و الله تعالی ایشون حفاظت کنه در سطح استان ما و سلامتی عنایت کنه در خدمت علمای دل سوز و زحمت کش منطقه چابهار، معتمدین و ریش سفیدان و شما مردم عزیز دانشگاهیان و فرهنگیان و طبقات مختلف و خواهران و مادران و مخصوصا حضرت مولانا شیخ الحدیث حسین پور و علمای استان که فردا جلسه یعنی مدیران مدرسه هستو سال یک مرتبه ما میاییم و جمع میشه اینجا ای علماء و انشاءالله وجود اینها مایه خیر هست و به فعل نیک میگیریم که مایه برکت باشه. دعای علماء برای منطقه و میاهیم در رابطه با مدیران با مدارس دینی با هم جلسه دارند، در رابطه با فرهنگ و تعلیم جلسه دارند. لحظه فردا جلسه شون هست و امروز اکثر اینجا مال پیدا میشن که نشستن، وجود همه این همه خیر هست و الله تعالی برکاتش را و رحمتش را بر همه ما بیفزاید. گرچه نماز جمعهش ما زودتر است اما امروز مقدار دیر شد، من عذرخواهی میکنم، این تاخیر از جانب مهمانان شما بود که مزاحم شما هستند. دو سه تا جمله دعا میکنم و من توصیه هم به هم خواهران و هم همه شما آنه خواهران متدین و دیندار مسئولیت همه ما سنگینه، ما باید تلاش کنیم و کوشش کنیم که خلاف دیانت کار انجام نگیره. حجاب بسیار حیاتی و مهمه و ما باید حجاب رعایت کنیم، پوشش اسلامی رعایت بشه. خواهران در علم و دانش باید بکوشن با پوشش اسلامی، حیا عفت برای مردان و زنان خیلی حیاتیه و خیلی مهمه و خیلی سازنده هست و مخالفت با گناه و نافرمانی الله تعالی بسیار مهمه. و یک چیزی که من فراموش کردم، دیشب هم وعده کردم در رابطه با مسئله بلوچستان بود و مولانا عیسی امیری حفظه الله مطلبی را اونجا بیان کرد و من گفتم که در این جلسه توضیحاتی میدم. و به هر حال این اقوام ایران زیباییش با همین اقوام هست و با همین تنوع اقوام و تنوع مذهبی هست و همه این اقوام مایه افتخار هم برای ایران، مایه شرف هم برای ملت ایران. و اگر یک قومی نباشه به هر حال ایران ناقص میشه و یک عضوش را از دست میده. و لحاظه توصیه بنده به همه آنه که به اقوام احترام بگذارن، به مذاهب احترام بگذارن، همه مذاهبی که اینجا هم احترام دارن، آزادی داشته باشند، در قانون آزادی دارن و همه اقوام حرمت دارن و کرامتشون باید حفظ بشه. بعضی که تلاش های دوستان احساس میکنه هست که نام بلوچستان کمرنگ بکنن و نام بلوچستان حفظ بشه، این به هیچ صورت به صلاح ایران اسلامی کشور ایران نیست و به صلاح اقوام دیگری نیست که بخواهن یک قومی را کمرنگ بکنن. و بلوچستان و بلوچ یکی از قومهای معزز و مطرح ایران اسلامی هست و بلوچستان در تاریخ ایران ثبته و ماندگار توی تاریخ ایران، از جغرافیای ایران بلوچستان کمرنگ کردن، این کار بسیار احمقانه است.
کار انسانای جاهله اینا میخواهن اینا کمرنگ بکنن، این بسیار نادرسته. البته من این خدمت شما عرض میکنم که مسئولین امر از این مسئله بریه و دولت مردان هم در بالا و هم مدیریت استان، استاندار محترمه و امام جمعه محترم است و نماینده ولی فقیه، اینها از این کار خیلی متنفرند و در گذشته یک بار مطرح شد عکس العمل نشان دادن وزارت کشور، ولهذا اینها افراد هستند که خواه دوستانه بعضی نادانند که سنگ ایران به سینه خودشون میزنند، اما این دشمنی به ایرانه، این دشمنی به کشور هر قومی را از قومیت های ایران، نه تنها بلوچستان را بلکه لرستان یا به هر حال فارس یا کردستان یا آذربایجان، هر استانی که اونجا در تاریخ ایران و جغرافی ایران قوم مطرح به این قوم بمونه، آداب و رسوم اینها، زبان اینها حفظ میشه و اعلی دولت هم جناب آقای روحانی تلاش داره در این ده. این افراد نادان و افراد در رده فاین و افراد در حاشیه و نه در متن کشوران، ولهذا جای نگرانی نیست. اما ما انتظار داریم که مسئولین قبل از هر چیزی حساس باشند و عزیزانی که در بخش امنیت کار میکنند و آب اینها باید حساس باشند روی مسئله، چون تاریخ کننده میشه، ولهذا جلوی این نوع مسائل بگیرند. و من توصیه آخرم که طولانی شد اینه که آب بیدار باشید، شما مواظب باشید، و انسان ها به لباس های مختلف می آیند و با شعارهای مختلف شما را فریب ندن عزیزان، دیانت شما را ضربه نزنن، بعضی به دیانت مورد هدف قرار می دن با لباس های مبدل و بعضی اقتصاد شما را ضربه می زنن و راه زنی می کنن. این اختلاس اخیر که در منطقه انجام گرفت نه تنها او یک فرد مقصره، بلکه ماها هم تقصیر داریم که چرا بررسی نکردیم، چرا سرمایه مونا اینطور بدون تحقیق به دست مردم دادیم که بردن و حیف و مایل کردن و فرار کردن. بعد دعای مؤثر واقع شد و فریاده و الله تعالی این گیر داد الحمدلله. اونایی که تلاش کردن برای که اینا دستگیر بشه واقعا جا داره که ما برای اونها دعای خیر بکنیم و الان در دست مقامات هم. و این مطمئن باشید که شما به حق و حقوقتون میرسید، به حسابتون شما میرسید و انشاءالله مقامات دنبالا که این سرمایه در داخل داره و در خارج داره برگردونن به حق و حساب شما را بدن. و من باز هم دعای خیر میکنم و توصیه میکنم برای مقامات زیرب که این مسئله را به حساسیت و با جدیت پیگیری بکنن تا مردم به حسابشون برسن.